امروز در جوانه جوان به ما هستند که بسیار زحمت کشیدن در زندگی و زیاد درس خواندن و امروز هم اول نمره عمومی طب کابل هستن، سال سومشان است. گرچه من یک کم حسادتم شده بود نمیخواست بیره بکنیم، به هر صورت خوش آمدین، صبح بخیر. تشکر، سلام، صبح بخیر رخسار جان. خب دکتر صاحب نصیر امیری با ما هستن و ابتدا میخوایم در مورد این صحبت کنیم، چرا قدر اول نمره بودی؟ خب داد الهی است، یک فضل و برکت پروردگار است. چقدر زحمت کشیدین بخاطر اینکه بتونین در طب قایم شوین و از دوران مکتب قصه کنین چگونه بود و رفته رفته برویم طرف دانشگاه؟ در مورد مکتب باید بگم رخسار جان، در سال 1388 از لیسه عالی آریانا آوانتور کابل فارغ شدیم. طبعا او چه اول نمره بود؟ چون دوستا میبینن البته در صنف اول نمره بودم، ولی در مکتب در کل دوم نمره عمومی بودم که باز بعدا در بیرون استیدین هگین. چون پروسی کانکور یک پروسی بسیار یعنی یک پروسی است که تلاش و کوشش بسیار طویل مدت ضرورت دارن، یعنی حدودا کم از کم باید حد اقلش یک سال زحمت کشته شوه، خصوصا با او ایده محسدینه که یا کسایی که فارغایی که میخواین در پانتونا باز خصوصا پانتونا مثل طب و انجینری کامیاب شوند. طبعا نمیشه استادا مثال میدادن که ما تا یک پروسی مانند یک مسابقه ماراتون هستیم، یعنی همیشه یک مسابقه دوش بسیار دراز است که انرژی خود رو باید از سر تا آخر نگه داریم. حدودا 3 سال البته تلاش کردیم، کم کم باز خصوصا در سال اخیر تحت نظر استادای خود مکتب در لیسه عالی آریانا آوانتور بعد از اینکه در سال 1388 امتحان کنکور سپری کردیم پانتون تیبی کابل موفق شدیم. بسیار خوب. امروز در این روزها بیشتر شاگردایی که از مکتب فارغ شدن دیگه شب و روزشان امتحان کنکور است، حتما این لحظه برنامه رو میبینن و بر اونو پیامتون چیه؟ چقدر زحمت بکشن، چقدر امید داشته باشن؟ بعضایشان اتا فکر میکنن که با وجودی که وقت درس میخوانن شاید کدام رشته که خودشان میخوان کامیاب نشن. بسیار خوب، شما به دو چیز بسیار خوب اشاره کردین که چقدر زحمت بکشن و چقدر امید داشته باشن. طبعا باید زحمت بسیار زیاد بکشن، تو نمیگم که برشان یک چیز بسیار غلو شوه و ناامید شوند، زحمت حتما کشیدن، خصوصا کسایی که در این روزای اخیر است ان آهسته آهسته امتحان کابل خصوصا محصلین کابل امتحان نزدیک میشه. بخاطر امتحان کنکور نه تنها درس مهم است و زحمت مهم است، بلکه امید و یک پشتکار یا یک نوع باور به خود یا اعتماد به نفس ضرورت می باشه که از طرق مختلف حاصل شده میتونه. فاکتور اولی است که باید بسیار دعا کنن همیشه، چون معنویتا وقتی اونا بالای خود یعنی آرامش داشته باشن پس بدون هیچ نوع مشکل میتونن امتحان کنکور سپری کنن. چون بسیار خوب، و همچنان باید بگیم که اینجا مکمل یک بستی از تقدیرنامه با ما هست که ما با دیدن اینا یک کم حسود شدم. میشه در مورد اینا صحبت کنید؟ این تقدیرنامه مربوط کدام دوره هست؟ این 3 تقدیرنامه که رخسار جان شما در دست دارین از پانتون طب است که از 3 سمستر مختلف است، از خود پانتون طبی کابل از طرف 15 از طرف ریاست 15 مالجی پانتون ما اهدا شده. درست، ویدگیش؟ ایام از سمف اول است و 2 عدد دیگه که در دست دارین و سمستر دوم سمف اول است و دیگه آخریش از سمستر اول سمف دوم. آها، نام خدا، یعنی در پانتون طبی کابل همچنان اول نمره عمومی است؟ بله، 6 سمستر میشه، 5 سمستر بله اول نمره عمومی است. نام خدا، آفرین. بس کسی که میخوان رقیب شما باشن کارشان بسیار دشوار است دیگه. نه، تک موضوعی نیست، هر کسی میتونه رقابت سالم داشته باشه. رقابت سالم چیز است که همه محصلین وامی داره تا کلشان کوشش کنن و یک نسل جوان مستعد به کشور تقدیم شه. دقیق، جز موفقیتتون در چی بوده برام میشه کوتا بگیم؟ چانس موفقیت گفتین؟ راز موفقیت میشانس راز موفقیت البته هر کسی یک راز موفقیت میداشته باشه، بازی مختص به یک فرد است. در قدم اول اعتماد به نفس مهم است که اعتماد به نفس داشته باشیم و همیشه کوشا باشیم و در اینجا دوستایی که انتخاب میشن و فامیل بسیار رول عمده می داشته باشه در موفقیت یک شخص. پس فامیل کسایی که میخوان یعنی خصوصا نو پدر و مادرایی که میخوان مثلا بر اولادایشان در امتحان کنکور موفق شون باید همیشه اونا رو حمایت کنن، طبعا حمایت مالی اقتصادی میکنن، حمایت معنوی روحی نیز باید کنن
و در پایله از گذاشتن هدف بسیار مهم است. یعنی پیروزی، یعنی خود رسیدن به هدف پیروزی است، یعنی تعریف پیروزی. پس همیشه باید هدفمند تلاش کنیم و مطابق هدف کوشش کنیم. دقیقاً هدف و پیروزی را چگونه تعریف میکنید شما؟ به نظر من امیر خیم که تعریف کردم رخسار جان، به نظر من پیروزی عبارت از گذاشتن هدف است و یعنی میبخشین، یعنی خود گذاشتن هدف و رسیدن به او را پیروزی میگن. یعنی وقتی یک شخص هدف میگذاره، کوشش میکنه، متواتر به او کوشش میکنه، یک برنامه منظم میداشته باشه، وقتی که بالاخره به مو هدف میرسه، همین را پیروزی میگن. بسیار خوب، یک جهان تشکر از اینکه آمدین در برنامه بامداد خوش مهمان ما شدین و آرزوی موفقیت بیشتر و بیشتر براتون دارم. تشکر بسیار شما زیاد از شما مخصوصاً. انتظار تماس های شما را داریم و 456 میتونین تماس بگیرین، کلید 1627 فشار بتین و پیامتون را بگذارین. اگر شما هم موفقیت های چشمگیر دارین و شما هم میتونین که کارهای خارق العاده را انجام بتین، پس پیامتون را بگذارین و با ما شریک بسازین پیام هایتون را تا شما را دعوت کنیم در استودیوی بامداد و گپ های شما را داشته باشیم با جوانای دیگر. و همچنان صفحه فیسبوک بامداد خوش آدرس دیگی هست که شما را میتونن با برنامه